سلام دوستان، به کانال خالص سیما خوش اومدین. امروز میخوام آموزش یه شنسل خیلی خوشمزه رو بهتون بدم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. فیله مرغ 10 عدد، پودر اسپایسی 2 پیمانه بزرگ، آرد گندم 1 پیمانه، تخم مرغ 2 عدد، آب لیمو به مقدار لازم، زعفران به مقدار لازم، فلفل و نمک به مقدار لازم. دوستان من سیب زمینی خلالی کردم اینجا گذاشتم، میخوام سرخ کنم کنار شنسلان بذارم. کارمونو شروع میکنیم. فیله هامونو نمک میزنیم، خوب هم میزنیم تا نمک تو خوردش بره. من اینجا یک کیسه فریزر گذاشتم. مرحله اول فیلامونو با بیفتک کوب میکوبیم تا کامل باز بشه. روشو میپوشونیم. با این طرفش یا این طرفش هیچ فرقی نمیکنه. من با بیفتک کوب فیله هامونو حسابی کوبیدم، فیله هامو قشنگ باز شد. سیب زمینی هامونو گذاشتم سرخ بشه. تا سیب زمینی هامو سرخ بشه من مرغ هامونو تندار میکنم. فیله هامونو با بیفتک کوب کوبیدم، حسابی باز شد. الان فیله هامونو تندار میکنیم یکی یکی. فلفل میریزم، آب لیمو، زعفران. فیله بعدیمون آب لیمو، فلفل، زعفران. کارمون رو ادامه میدیم تا آخر. من مرغامون رو تمدار کردم. 10 دقیقه تا 1 ربع میذارم تا حسابی مواد تو خوردش بره. تا مواد تو خورده این بره ما تخم مرغامون رو آماده میکنیم. 2 تا تخم مرغ داشتیم. تخم مرغامون رو میزنیم. یه کوچولو هم میتونیم نمک بهش اضافه کنیم. تخم مرغ رو خوب میزنیم تا یک نواخت بشه. مرغمون تمدار شد. الان آماده میکنیم برای سرخ کردن. مرغمون رو اول به آرد آغشته میکنیم. حسابی همه جاشو آردی میکنیم. همینطور که میبینین قشنگ همه جاش آردی شده. آرد اضافه رو میتکونیم. بعد به تخم مرغ این طرفش حسابی که به تخم مرغ آغشته شد برش میداریم تو پودر اسپایسیمون میذاریم. همه جاش باید کامل پوشیده بشه. اسپایسی های اضافهش رو میگیریم. دوباره آرد، کامل همه سطحش پوشیده بشه. آرد اضافه رو میگیریم. تخم ما
پودر اسپایسی. طرف دیگرش کامل پوشیده شده. همه اینا رو درست میکنیم، بعد میداریم برای سرخ کردن. سلای ما آماده شد، همشون رو پودر زدم، آماده کردم، میبریم برای سرخ کردن. روغن ما داغ شده، شنسلامون رو یکی یکی تو روغن میذاریم. با شعله کم هم میپزیم که خوب مخلوط بشه. منتظر میشیم تا سرخ بشه. شنسلای ما یه طرفش سرخ شد، برمیگردونیم تا طرف دیگرش هم سرخ بشه. همینطوری که میبینیم خیلی قشنگ شده. دوستان شنسلای ما آماده شد، همونجور که میبینید دو طرفش هم سرخ شده. من جمع میکنم برای چیدن توی ظرف. شنسلای ما آماده شد. من با چند تا گوجه گیلاسی به تزئین ساده و قشنگ میکنم. دوستان این شنسل رو میتونیم با هر نوع سوسی میل کنیم، با سوس خردل، با سس کچاپ تند ساده یا سس معمولی، هر جوری که دوست داشته باشیم میتونیم میلش کنیم. امیدوارم پسندیده باشین، درست کرده باشین، میل کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین. تا برنامه آینده همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.